دکتر هابان، من امروز میخوام با شما صحبت کنم در مورد یه بحثی که برای من خیلی مهمه. اوکی. میخواستم با شما در مورد مو صحبت کنم. وای چه موضوع مهمی. خیلی. فکر میکنی برای الان برای اطرافیان من خیلی براشون مهمه که با موهاشون داره چی کارا میشه. یک، موهاشون خیلی میریزه. دو، کم پشت میشه. میخواستم بدونم این به خاطر این چیزایی که میزنن به ماشو، میدونم روگین یه چیزیه که خیلی ها استفاده میکنن، یا خیلی از این روغنا یا کمیکالایی که میزنن، شیمیایی، چیزای شیمیایی که میزنن، و آقایون میدونم که ماشون همطوری میریزه به خاطر ژنتیک. خب موارد ژنتیکی همیشه مطرحه، منتها یک عوامل خیلی زیادی دیگه وجود داره برای به خصوص خانم ها. البته آقایون هم تا یه حد خیلی خیلی زیادی میتونن ریزش موشون رو یا جلوگیری کنن یا به عقب بندازن، که آقایون به خاطر اون تستاسترونی که تبدیل میشه به دای هایدرو تستاسترون و اگر که یه مقدار مستعد موارد ژنتیکی باشن، خب شروع میکنه به ریزش که بهش میگن میل پترن بالدنس که میره بالا. خانوما چی؟ خانوما هم همینطور، خانوما هم یه مقداری میتونه موارد هورمونی باشه. یعنی یکی از مهمترین دلایلی که ریزش مو در خانوما وجود داره عوامل هورمونیه. خیلی ها فکر میکنن شاید بخاطر اینکه رنگ میکنن. خب بله درسته، اونا هم هستش. یعنی علاوه بر اینکه شما خودتون یه کاری میکنین که موقعیت رو بدتر بکنین، یه مقدارم از درون به هر حال یه تغییرات هورمونی هستش یا خیلی چیزای دیگه. خیلی از یکی از مهمترین عوامل، بله، خانمایی هستن که مرتب این مواد شیمیایی به موهاشون میزنن یا بلیچش میکنن. یا یه دونه از اون خانوما. خب ببین، اینا همین مواد شیمیایی که خب اثر میذاره روی مو و طبیعی نیست و خیلیش هم تازه جذب پوست میشه و جذب خون میشه و تقریبا 60% هر چی ما روی پوست بذاری و مو بذاری میره توی خون ما، برای همین خیلی باید مواظب باشیم. اون یک. ولی خب موارد علاوه بر اینها، یکی موارد هورمونیه که در خانم همون هورمون های استروژن و پروژسترون و پرولاکتین و غیره هستش که به خصوص وقتی که به دوران یائسگی یا منوپاز میرسن میبینی که خانم‌ها یه مقدار ریزش موشون بیشتر میشه و اکثر این خانم‌هایی هم که ریزش مو دارن اونجوری به خاطر اون موارد بیشتر جلوی موهاشون میریزه. درسته.